من یادم توی ارومیه، الان یک بردمون نیلتن الان خادمه، توی انگلیس داره خدمت میکنه. واقعا این وقتی شهادت میداد، صحبت میکرد، لذت میبردیم ازش. این شخصی بود، معتاد بود و تمام زندگیش همینطور از این اون قرض میگرفت، بعد میگرفت و بعد میرفت مواد میکشید و تمام ارومی همه میشناختنش. ولی حتی یه بار خودش میگفت که هدایای مال که جمع میکنن توی کلیسا، حتی اونم گرفته بود و بعد برده بود. ولی خب معتاد بود، اسیر بود و این شخص همه میشناختنش که این شخص معتاده و خانواده واقعا خجالت میکشیدن، ولی خدا رو شکر برای کار خداوند. خداوند وقتی او رو ملاقات کرد، وقتی توبه کرد، وقتی ایمان آورد، جازیست خوبی بود، جاز میزد و الان داره خدا رو خدمت میکنه، کشیشه. و خدا رو شکر میکنم برای کار خداوند، کار که تبدیل میکنه، عوض میکنه. آدم این شهادت ها رو وقتی میبینه واقعا دلش گرم میشه، دلش شاد میشه که چقدر خداوند عظیمه، چقدر واقعا خداوند ما رو دوست داره. و دعا میکنم که واقعا خدای ما همه ما رو تبدیل کنه، عوض بکنه، از این که هستیم بازم بهتر بشیم. چون نقطه ضعف ها هست، وقتی ایمان میاری هنوز ضعف ها رو داری، یه مقدار ضعف ها همراهت میاد، ولی به مرور زمان انسان عوض میشه. و اینه که یه شبه یک ایماندار بسیار عالی در نمیایی، زمان میبره. انقدر خدا تو رو توی کوره میبره، انقدر لهت میکنه از طریق دیگران، از طریق ایمانداران، از طریق کلیسا، خادمی نمیزنن تو سرت تا اون چیزی که درونت هست بیرون بیاد. و خداوند میبینه، ما رو آزمایش میکنه تا ما رو اون چیزی که خودش میخواد، ظرفی که خودش میخواد، درست مثل اون کوزه‌گر میگن، میبخشید ما چون حرف میزنیم خوش میشه دهنمون، باید آب بخوریم، نخوریم دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. به هر حال میگن مثل اون کوزه‌گر که وقتی کوزه رو میخوان بسازن، 7 مرحله باید بگذره تا اون کوزه‌گر بتونه اون کوزه رو به اصطلاح بسازه. این داستان میگه شخصی بود، اومد و کوزه رو گرفت، یه گلی رو گرفت. اولین چیز باید گل رو باید، هر گلی نمیشه، باید یه گل مخصوصه که باید اون کوزه‌گر میگیره، بعد اونو انتخاب میکنه، بعد میاد این 7 مرحله باید بگذره، بعد اونو چیکار میکنه؟ انقدر لهش میکنه، انقدر مثل خمیر چطور درست میکنه، انقدر اونو میزنه به اصطلاح تا این نرم بشه، قشنگ بتونه حالت بگیره. بعد میذاره روی چرخ، اون گلو محکم میزنه روی این چرخ، شروع میکنه گردوندن. بعد میاد چیکار میکنه؟ اون دستش میاد توی این، شروع میکنه اونو شکل دادن. وقتی شکل داد، بعد اونو از اون حالت که در اومد، بعد میاره یه گوشه میذاره، بعد میمونه یه مقدار، گرد و غبار روش میشینه. شنیدید میگه فوت کوزه‌گری همونه، اون میذاره اونجا، اون یه مقدار گرده میشینه. بعد قبل از اینکه همون به اصطلاح گلو له بکنه، یه سیمی میکشه که اون حبابا هرچی که هست از توش بره که اون کوزه نشکنه. و بعد اونو میذاره توی یه کوره، بعد از اون کوره ور میداره که وقتی پخته شد قشنگ خوش شد، اونو میگیره میذاره یه گوشه، بعد شروع میکنه روش نقاشی کردن. و بعد
اون رو میذاره پشت ویترین. یه روز کوزه‌گر اومد و یه گلی رو گرفت و شروع کرد اون رو زدن. این گل گفت منو اینقدر نزن، اینقدر منو لهم نکن. کوزه‌گر گفت من کوزه‌گرم. اون گفت گلم؟ گفت من گلم. گفت خب، گفت هرچی من میخوام تو باید منو بسازی، من نمیخوام به صلاح تو منو اونجوری بسازی، اون چه که دلم میخواد. کوزه‌گرم فروتن بود، خدای ما خدای فروتنیه. گفت خب چی میخوای؟ گفت شکم منو پهن کن، گردن منو باری کن، دراز کن. حوصله آنچه که گل گفت اون کوزه‌گر انجام داد و اونو ساخت، شکل داد اونچه که میخواست و بعد اونو برد بذاره توی کوره. گفت نه 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 نه، من از کوره و حرارت و اینا خوشم نمیاد، چون اگر برم مثلا حالم یه جوری میشه. و گفت باید خوش بشی، باید بتونم رود کار کنم. خلاصه گوش نکرد، به کوزه‌گر گفت نه من داخل کوره نمیرم. خلاصه کوزه‌گرم اونو گذاشت گوشه ای، بعد یه ذره خوش شد، بعد اومد روش نقاشی کرد یه مقدار، چون وقتی گل که خیس و نمیدونم چیزه که نقاشی نمیگیره، رنگ دستن به خودش نمیگیره. و بعد اینو برد گذاشت پشت ویترین. و بعد یه گلی که زایه شده بود، از اون گل اضافه شده بود، افتاده بود، اون کوزه‌گر گرفت و اونو مشت زد، مشت زد و بعد گذاشت رو چرخ زمان. اون که میگرده گله رو قشنگ گردوند و بعد یه دستی گذاشت داخل اون و شروع کرد شکل دادن اون چی که خودش میخواست. استاد بود، اونو ساخت. بعد اونو گرفت گذاشتش یه گوشه، بعد گرفت گذاشت توی کوره، بعد از کوره در آورد، اونو قرار داد یه مقدار گرد و غبار روش بشینه. بعد که نشست، بعد گرفت اونو، بعد از یه مدت فوتش کرد اون گردا رفت، بعد شروع کرد روش نقاشی کردن. بعد برد گذاشت پشت اون ویترین که اون کوزه اولی رو ساخته بود و بعد اونو قرار داد اونجا. بعد این کوزه اولی نگاه کرد اون یکی رو، گفت اه اه عجب کوزه زشتی از من ساختی. کوزه‌گر گفت تو آخه تو دستای من دووم نیوردی، صبر نکردی تو من تو رو بسازم. خدای ما خدایی است که اگر در دستای او تحمل کنیم عزیزان، مثل این کوزه، و اجازه بدیم خدا رو ما کار کنه، خدا ما رو در این کوره مصیبت عبور بده، بذاره واقعا ما رو شکل بده. و اینه که خدای ما رو گاهی اوقات روی این چرخ زمان ما رو قرار میده و یه دستی میاد تو زندگی تو و زندگی تو رو شکل میده و از تو یه کوزه میسازه که خدا میخواد. وقتی خودتو در اراده خدا قرار میدی، وقتی خودتو میسپاری دست خدا، خدا تو رو شکل میده. اونجا تو نیستی. اونایی که مغرورن، اونایی که غرور دارن و نمیخوان قلبشون رو به مسیح بدن، نمیخوان خدا تو زندگیشون کار کنه، درست مثل اون کوزه میشه، کوزه اولی، یک انسان زشت، یه انسان بیادب، یه انسان بی خدا، دست خدا از تو زندگیش نیست. هرچند این دوتا کوزه رو خدا در دستاش میگیره، ولی خدا خدای ما خدای عشقه و اجازه میده که ما، میگه راه نیک و بد رو پیش روی تو میذارم، انتخابش با توه. تلفن ها رو میگیریم، عجله نکنید، هستیم با شما. بعد خداوند ما رو در اون کوزه، در اون کوره مصیبت قرار میده و بعد ما رو چیکار میکنه؟ یه گوشه میذاره. شما وقتی ایمان آوردی، در سختی ها گذروندین، همه که دست خدا با تو بوده، بعد یه جا میرسه میبینی خدا، دعا میکنی میبینی اصلا جوابی از خدا نمیگیری، هی التماس میکنی، هی توبه میکنی، خدایا چی شد؟ چرا منو از من استفاده نمیکنی؟
خدا گاهی اوقات ما رو رها میکنه، میذاره یه گوشه تا اون صبر و تحمل ما رو ببینه که چقدر ما وای میستیم، و بعد یه دستی میاد تو رو میگیره، اون دست خدا، و اون گرد و غباری که اومده رود نشسته یه فوتی میکنه، اونها رو میزنه کنار، تمام اون گرد و غبار، سختی ها، مشکلات، اون چیزی که بوده، اینا از زندگی تو میره بیرون. و بعد خدا از تو یک چیزی میسازه، یه رنگی بهت میده، یک زیبایی بهت میده، و بعد تو رو میذاره پشت ویترین، هر کس میاد اون و میگه عجب استادی بود، عجب هنری، به به، شکر ده خداوند برای این برادر، برای این خواهر. جلال خدا اونجا دیده میشه. اینه که عزیزان عجله نکنید، عجله نکنید در خداوند، که اگر امروز ضعف ها داری، سختی ها هست، مشکلات هست، برای همه هست، ولی بذار خدا تو رو تبدیل کنه. این خدایی که ما درش زندگی میکنیم، با او ارتباط داریم، خدای تبدیل کننده است. من میدونم واقعا تمام زندگیم را مدیون عیسی مسیح هستم و پشیمون نیستم، و خدا همه چیز رو به من داد، بهترین ها رو، بهترین زن رو داد، بهترین فرزند رو داد، بهترین نوه رو داد، بهترین زندگی رو داد، بهترین خدمت رو داد. عزیزان با خداوند را بریم، خدا خداییست که وفادارانه او را خدمت کنیم، در وقتش از ما استفاده میکنه. و شما رو همینطور، شماها اگر امروز زندگی تو میبینی به هم خورده است، چون میدونم واقعا خیلی ها در این از نظر خانوادگی گایقات مشکل دارن، بعضی ها یادمه بعضی ها میامدن میگفتن کاش من این بچه رو نداشتم، این بچه منو پیر کرد، این بچه منو داغونم کرد، تمام زندگی هم وضعشون خوب بودا، پول داشتن، خونه داشتن، هیچ چیز کمی نداشتن، زن و شوهر بسیار آدمای خوب، ولی بچه معتاد شده بود، بچه از راه به در شده بود و زندگی این خانواده رو خراب کرده بود. و می گفتم فقط مسیح میتونه نجات بده، فقط مسیح میتونه اون رو قوت ببخشه، بتونه تبدیل کنه. کار خدا همینه. من واقعا شهادت های بسیاری دارم که افرادی که بودن، جوانایی بودن که تبدیل شدن، عوض شدن، معتاد بودن و خداوند زندگیشون عوض کرد، و امروز واقعا میبینم که چقدر، وقتی میبینم که زندگیشون عوض شده و خدا رو دوست دارن و خدا تو زندگیشون هست، خدا رو شکر میکنم. اینه که واقعا در خداوند میتونیم فقط شکل بگیریم، تبدیل بشیم، عوض بشیم. امروز این فرصت هست،